علی رغم ادعای اصلاحات در عربستان سعودی، سرکوب مخالفان به شکل‌های مختلف در عربستان به اتهام‌های غیر واقعی همچنان ادامه دارد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که دادگاهی در عربستان یک مرد را به اتهام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به 20 سال زندان محکوم کرده است. این محکومیت آخرین نمونه از سرکوب‌های فراملی عربستان سعودی به دلیل فعالیت‌های یکی از اعضای خانواده که در خارج از کشور به سر می‌برد می‌باشد و حکایت از سرکوب روزافزون آزادی بیان و سایر حقوق اساسی در عربستان سعودی دارد. در 29 می 2024 دادگاه مبارزه با تروریسم عربستان سعودی اسعد القامدی، معلم سعودی 47 ساله را به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز در فضای مجازی با چندین اتهام کیفری مواجه ساخت. او برادر محمد القامدی، معلم بازنشسته عربستانی است که در ژوئیه 2023 تنها بر اساس پست‌هایش در توییتر شناخته می‌شد، به اعدام محکوم شد. سعید بن ناصر القامدی، برادر سوم، هم محقق مشهور اسلامی و منتقد دولت سعودی است که در تبعید در بریتانیا زندگی می‌کند. مقامات سعودی اغلب از اعضای خانواده منتقدان و مخالفان خارج از کشور انتقام می‌گیرند تا آنها را وادار به بازگشت به کشور کنند. یک پژوهشگر عربستان سعودی در دیدبان حقوق بشر گفت دادگاه‌های سعودی برای شهروندان عادی به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز در فضای مجازی چندین دهه محکومیت صادر می‌کنند و دولت همچنین باید از مجازات اعضای خانواده منتقدان مقیم خارج کشور دست بردارد. اسناد دادگاه بررسی شده توسط دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که مقامات امنیتی اسعد القامدی را به اتهامات مندرج در موارد 30، 34، 43 و 44 قانون ضد تروریسم عربستان سعودی متهم کردند. همان موادی که در ژوئیه 2023 برای محکومیت برادرش محمد القامدی به اعدام از آن استفاده شد. این اسناد نشان می‌دهد که اسعد القامدی به مواردی چون به چالش کشیدن دین و عدالت پادشاه و ولیعهد و نشر اخبار و شایعات کذب و مخرب متهم شده است. در این اسناد آمده است که القامدی به دلیل انتشار پست‌هایی که به امنیت کشور در وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی توییتر آسیب می‌زند، بازداشت شده است. منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر گفتند که توییت‌هایی که به عنوان مدرک علیه وی مورد استفاده قرار گرفتند، پروژه‌های مربوط به چشم‌انداز 2030 برنامه محمد بن سلمان ولیعهد برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و همچنین تغییرات اخیر در دولت عربستان را مورد انتقاد قرار می‌دهد. این اسناد به پست‌های القامدی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان مدرکی علیه وی اشاره می‌کنند و حد اکثر مجازات را برای او درخواست کردند. در اسناد دادگاه آمده است که دادستانی همچنین از مقامات خواسته است که دستگاه تلفن همراه القامدی را مصادره و حساب ایکس او را ببندند. مقامات سعودی اولین جلسه محاکمه وی را در 7 سپتامبر 2023 در ریاض برگزار کردند و تنها پس از آن به او از اتهامات وارده به وی اطلاع دادند. دادگاه در اواخر ماه آگوست برای او یک وکیل تعیین کرد، اما وکیل از ارائه هر گونه اسناد دادگاه به او یا خانواده‌اش خودداری کرد. این وکیل تنها در طول جلسات محاکمه با القامدی در دادگاه ملاقات کرد و هرگز برای ملاقات با او در خارج از جلسات دادگاه به جده سفر نکرد.
دیدبان حقوق بشر بارها از سوء استفاده های گسترده در سیستم کیفری عربستان سعودی، از جمله مدت طولانی بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، ممانعت از مساعدت های حقوقی و تکیه دادگاه ها به اعترافات همراه به شکنجه به عنوان تنها مبنای محکومیت انتقاد کرده است. نقض حقوق متهمان در عربستان سعودی به قدری اساسی و سیستماتیک است که به سختی میتوان نظام عدالت کیفری عربستان سعودی را با سیستمی مبتنی بر اصول اساسی حاکمیت قانون و استانداردهای بین المللی حقوق بشر و آموزه‌های دینی منطبق دانست. تحلیلگران امور عربستان سعودی معتقدند که مقامات سعودی هر مخالفی را سرکوب می کنند و باید با رایزنی های جدی در سطح بین المللی متحدان عربستان سعودی را قانع نمود تا این احکام را محکوم کنند و از دولت سعودی بخواهند که زندانیان را آزاد کند و به اقدامات سرکوبگرانه خود پایان دهد. ساعتی قبل گفتگوی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم دلیل عدم تغییر رویکرد عربستان سعودی در زمینه‌های حقوق بشری علارغم ادعای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به ویژه در قبال شیعیان چیست؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را ببینیم و بشنویم. سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. با توجه به مواردی که مطرح کردید، ذکر چند نکته لازم هست. اون چیزی رو که ما در مدیریت حکمرانی خانواده ملک سلمان و به ویژه پسرش محمد بن سلمان که جانشین پدرش شده می‌بینیم، یک تفاوت‌هایی نسبت به اسلاف خود یا اونهایی که در قبل از پادشاهی پدرشون به ویژه در دوره ملک عبدالله ما شاهدش بودیم، یک تغییرات عمده‌ای رو در اون باید مشاهده بکنیم. مهمترین مورد در این تغییرات نگرانی بیش از حد محمد بن سلمان از افشای مناسبات قدرت در داخل خاندان آل سعود و همچنین مواردی که به طور پشت پرده منجر میشه به فساد مالی و سایر فسادهای سیاسیشون. ما این رو فراموش نباید بکنیم که دو تحول مهم در از زمانی که محمد بن سلمان قدرت رو به طور مشخص داره مدیریت میکنه، در حالتی که پدرش خیلی توان جسمی نداره ملک سلمان، اینه که یکی دستگیری یا کشتن برخی از مخالفین در واقع آل سعود که شیخ نمر به عنوان رهبر شیعیان در منطقه قطیف عربستان چندین سال قبل دستگیر شد و در واقع زیر شکنجه حاضر به اعتراف هم نشد و شواهد هم نشون میده که به دلیل ارتباطیشون با جمهوری اسلامی ایران ایشون رو اعدام کردن. بنابراین در منطقه قطیف عربستان که بیشتر شیعه نشین هست، طبق اطلاع من دولت عربستان شرایط بسیار حاد و امنیتی را در این منطقه اعمال کرده و به هیچ عنوان هم این وضعیت قابل تغییر نخواهد بود مگر اینکه تضمین های عملی رو عربستان از جمهوری اسلامی در رابطه با عدم دخالت در مسائل شیعیان در عربستان بگیره. مطلب بعدی در رابطه با خود اختلافاتی که در داخل خاندان آل سعود هست و برخی افراد مثل قاشقچی که در استانبول در کنسولگری عربستان کشته شد و یا دستگیری هایی که توسط محمد بن سلمان انجام داد از اعضای خاندان سلطنتی به دلیل فساد اقتصادیشون و تماما قدرت رو تا حدودی تو دست خودش گرفت. بنابراین با این موارد باید عرض بکنم خدمت شما که محمد بن سلمان
در نگاه غربی ها، در نگاه اروپا و آمریکایی ها خود رو فردی اصلاحگر و یک مصلح اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی معرفی میکنه. یعنی تغییراتی که در سطح اجتماع بروز داده قابل توجه بوده. ولی موقعی که ما به مباحث حقوق بشری میرسیم، جدای از اون آزادی هایی که برای رانندگی بانوان یا وضعیت حجاب در عربستان یا برگزاری فشن شوهایی که در عربستان برگزار میشه که محمد بن سلمان رو چهرش رو یک مقدار در نگاه غربی ها تغییر بده، ولی مسائل حقوق بشری نکاتی هستش که عمدتاً در برخی کشورهای خاورمیانه رهبرانشون از اون غافل میشن و این حکمی که برای این فرد در نظر گرفته شده به خاطر فعالیتش در فضای مجازی که توییتر هست و 20 سال زندان براش در نظر گرفتن یا استفاده از فشاری که روی اعضای خانوادهش انجام میدن که بقیه اعضای دیگر خانواده یا بستگان رو در خارج از کشور بتونن تحت فشار بذارن، اینها مواردی هستش که من فکر میکنم در سیاست‌های محمد بن سلمان قابل تغییر نیست، با توجه به اون کارنامه زشتی که ایشون در کشتن در واقع یک روزنامه‌نگار بسیار حرفه‌ای و با سابقه، یعنی قاشقچی در استانبول انجام داد. باید این رو در مجموع در نظر بگیریم که مسئله نقض حقوق بشر کماکان به عنوان خط قرمز در دولت عربستان هست، در خاندان آل سعود هست و مبانی حقوق بشری رو بر اساس اون تعریفی که خودشون مایل هستن تعبیر و تفسیر میکنن. من این روند رو احساس میکنم که از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگرانی که در داخل عربستان قبلا سابقه فعالیت برای تحریک شیعیان داشته، جدا از اینکه مناسبات دو کشور رو خیلی در حد کامل نتونسته ایجاد بکنه، ولی در طرف دیگه ما یک وضعیتی رو میبینیم که این موارد مگه نباشه خود دولت عربستان به ویژه محمد بن سلمان نگاهش نسبت به افشای مسائلی که مربوط به خاندان آل سعود باشه یا حتی آزادی بیان یک نگاه بسیار متحجرانه و یک نگاه بسیار دیکتاتوری هست. این طبیعتاً باید تغییراتی رو در آینده ما بتونیم ببینیم که یک بخشش میتونه با افزایش فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در سطح بین‌المللی و پرداختن به مسائل نقض حقوق بشر در عربستان باشه. این تمرین‌ها و تجربه‌های خوبی که میشه در عرصه حقوق بشری انجام داد، امیدوارم بتونه که این وضعیت رو هر چه زودتر تغییر بده. خیلی ممنونم.